تا حالا با اسنپ فرودگاه نرفته بودم، این بار اولین ویدیویه که با اسنپ داره شروع میشه. و شلوارک آقا امیدرضا، امیدرضا شلوارک تو ببینم چه ساکای رنگی رنگ. اول ولاگ من تا حالا با این صدا شروع نشده بود دوست. خب دوستان، اولین ولاگ بنده رو دارید با اسنپ. تو زندگیم توی ولاگا سوار به به موزیکو وایسا وایسا. من که دوست خارجیمونو داخل این ولاگ داریم. خانممون نظرتون در مورد ایران چیه؟ و اینکه بچه ها داخل این ولاگ بنده تصمیم گرفتم که بذارید برسم فرودگاه بهتون بگم. بعد بچه ها از من خیلی میپرسید چرا ولاگ کم میذاریم؟ چون ما پول زیاد داریم درسته؟ ما دوردرامونو با اسنپ بریم دوستان. دوستان کاری که بنده میخوام بکنم اینه که میخوام امروز با 10 دلار برم کجا؟ برم کیش. 10 دلار الان میشه 530,000 تومان. الان یه تصویر اسکرینشات میاد که قیمت بلیتی که من خریدم چقدره، چون من توی آفر خریدم بلیتمو و نمیدونم چند دلار میشه، ولی در کل 200,000 تا 300,000 تومان فکر کنم کف جیبم بمونه. و قرارمون 200,000 تا 300,000 تومان یه شبم تو کیش سروایو کنم. سه بار از من عکس گرفت، بعد من داشتم بهش نگاه میکردم یهو دوربینو کردیم بری از سختی و عکس گرفت. من که حواسم به دست، ببین من دارم نگات میکنم. بچا دو تا دختر خانم اومدن اینجا، میگن ما نمیخوایم داخل بلاگ باشی، فقط میخوایم باهات عکس بگیریم. چه دلیلشو بدونم؟ صاحب جان پول اسنپ رو من حساب نکن، چون از 10 دلارم کسر میشه. بچا حیوان بیا. خب بچا چه وسایلی در پرواز ممنوعه؟ من تفنگمو که گذاشتم خونه، عرضم بزرگ شکرم که نیاوردم. بچه همینجا تشکر میکنم از گیت سپای فرودگاه مشهد که اینو جا مونده بود ولی گذاشتم واسم کنار. گفتن که حواست جمع کن پسر جان، چی کار میکنی؟ یاره به خدا این پسره داشت از من عکس میگه. سلام، دیدی داشتی از من عکس میگرفتی. نفر چقدر؟ 50,000 تومان. 4 ساعت چی بزن؟ بزن. از اونجایی که بنده در چلنج 10 دلارم پول خونه رو شب شما حساب کن. ببین اگه تقسیم برای 4 بکنیم میشه. من الان فکر کنم 200,000 تومان وجودی دارم کلا. بچه میخواستم اینجا یه دونه آب میوه بخرم. آب میوه بود دونه چقدر؟ 35-40 تومن. گفتم نمیارزه آب میوه بخوریم، 40 تومن از 200 تومن هم کم میشه. اولین چیزی که من وارد هوای اون بشم اینه چی بهم میگن؟ بهم میگن ویدیو نگی. صاحب شرط ببندیم بهم میگه که ویدیو نگی. حساب بگیرم بهم میگه داره خاموش کنیم. داشتم میگفتم تا به اینجای کار پول اسنپو که بنده ندادم، چیزی هم که تو فرودگاه نخوردیم، فقط یه پول تیکت افتادم. برسیم کیشم احتمالاً فرشته بخواد یه غذا منو مهمون کنه که غذا من فری میشه. بچهای کیش کامنت بذارن. میگه که سوسیس که مزه نداره سوس به ما. دختر همسایه اومد گریه کن، درس بخون، گل بچین، گل بچین. چون من داخل جی تی ای همیشه از این ماشین سوار می‌شدم. آقا دارم من پات می‌گیرم. من پامم رو تصویر می‌گیرم. سرویس نگاه. داداش هوا گرم. این هواه. یه شوخی دارید می‌کنید. چقدر گرمه. بکن تو روز چقدر گرمه. دوستان من بسیار معترض بودم که چرا اینقدر مشهد گرمه. آقای امیری برو وسط. برو وسط. بچه‌ها اسمم خیلی دارید خودتون رو کنترل می‌کنید که غیر نت. هم گرمه هم گشنمه هم جا نداریم هم مکانه. اشکالی نداره، البته به نفع منه. میدونید چرا؟ چون پولی هزینه نمیشه. من همچنان فکر کنم با 8 دلار اینجا بیسم. و اون لاب اینجا داره سور میخورد. دوستان غذا شد 679,000 تومان. مرسی از آقا صاحب که اسپانسر این ویدیو هم. حالا ما زدیم با 10 دلار اومدیم پیش ولی شما نیایید. این وضعیت یک پیرمردیه که دیگه توانایی نداره. آقا صاحب بعد چند سالگی اینجوری میشه؟ اینجوری؟ اولی 50 پرسه که قدر جوانیتونو بده. خوشمنده. الان ما قراره یه 10 دقیقه پیاده روی طاقت فرسا رو دوباره داشته باشیم. خب دوستان ما دیشب شب نارومی رو داشتیم. دیشب زیر این کوله سرمای زیاد، انقدر من سرد و گرم شدم دیگه دارم ترک میکنم.
امروز ما باید چند تا کار بکنیم. اول از همش آرشگاست و این چالش رو برای خودم درست کردم. وقتی پول ندارم کی باید موهای بنده رو بزنه و اون کسی نیست جز فرشته. شما موهاتو قرار چیکار کنی امروز؟ شما میری آرشگاه؟ منم میدم. آها شما جزء چالش 10 دلار شدی الان. خدا طرف میره آفریقا رو میگرده، انقدر وسیله با خودش نمیبره. خب دوستان داشتم میگفتم اونجایی که ما پول مول نداریم، امروز قراره که فرشته خانم موهای ما رو کوتاه بکنه. ممنونیم ازش. و اینکه هوا گرم نیست، این هوا ذلته، نفس این هوا زشته. گوش میدی؟ پارتملین دستو چیکار؟ بچه وسیله های من اگه پیدا کردید لطفا ایمیل بدید. شما لطفا به زیر سایه برگرد، من به زودی خواهم آمد. استاد یکم میای جلوتر، وسیله ها اونجاست. دوستان تاکسی رو پیدا کردم برات. من پیدا کردم. من از دست چرا نگو من پیدا کردم. آقا اصفایی میکنم با 500,000 تومان چه تفریحاتی پیشنهاد میدید تو کیش؟ چرا من نمکم؟ مشخصه که راننده تاکسی خیلی مهمه. تا همین الانش بچه فکر کنم 11 دلار خرج کردم، 10 دلار رد شده. فاک. تازه غذا هم که دیشب با فرش نسنس کردیم خوردیم. اگه بهم غذا نمیداد 100% مرده بودم. اصلا میتونستم یه نون خالی بخرم بخورم. شکست؟ نه اینوره مال اینوره. آقا چون ویلکام تو خونه جدیدمون. دیدید این یوتیوبرا میرن هر هتلی عوض میکنن، یه سری بنده خدا هی هاوس تور میذارن. خب دوستان از این به بعد هر شب یه دونه هاوس تور داریم. شبی یه دونه. خب دوستان خیلی خوش اومدید به هاوس تور پارت 1. اینجا آشپزخونه ماست. اینجا جاییه که ما ویدیو میگیریم. اینجا پرده ها رو میدره آقا صاحب. ویومون یه ویوی زیباست. عرضم یخچالمون از این جدید هاست. مهرم داریم تاست از این مهرم. عرضم بزرگتون اینجا دشوریه. من بندم. ایشون خانوم فرشته ایرانپوره. میشه فامیل منم اینجا دشوییه. اینجام اتاق خواب. داشتم توضیح میدادم. اینجا یه تراس کوچیک داریم. باز میشه یه باز نه هم نداره. میتونی بپری اینجا راه در رو. اینجا اگه مامور ریخت، تو میتونی بپری پایین میشه پری. میپری در میشه. و اینکه همین دیگه. این بود از هاوس تور ما. دوستان قراره که ما بریم خرید کنیم. خرید کنن البته. من که پول ندارم ولی گفتم شما با ما بیا. دماغتو بزن. دماغتو بیا. داشتم میگفتم این موتور ما نیست. به ازای هر یک کاویو ما یک روز بیشتر توی کیش میمونیم. یعنی اگه 100 کاویو بخوره 100 روز، 200 کاویو بخوره 200 روز، 500,000 بخوره میشه یه سال و نیم. بچه این ویدیو هر چقدر ویو بخوره به تعداد کی همونقدر تو روز به خدا میام کسم من. اگه نمون شما چرا حجاب ننجا دوبه یه مگه؟ نه اون خانم ناکو الان حجاب نداره. بیا تاکسی من پیدا کردم. عمو بشین. عمو صاحب تو بشین جلو. عمو آقا صاحب سوبر که کمربند میبنده. داداش اینقدر خرید دارین که سبد برمیداری؟ من 11 دلار. یکی تو کافیه. من بشینم تو. دوستان ما برگشتیم خونه و اینکه الان ما قراره یک عدد ایران پول که حجاب نداره هیچ کی حجاب قراره یه تون ماهی بخوریم. عرضم تون ماهی یه دلار رو چقدر آقا صاحب؟ 50. یه دلار 50 سنت. یه بسته نون. آقا نون چرا انقدر فکرش گرونه؟ یه بسته نون کوچولو تخمی وسط نصف کرد 15,000 تومان. و اینکه همین دیگه. من یه 4-5 ساعت دیگه خلاص میشم از چالنج 10 دلار و میرم که پاره کنم که تو پارت بعد ببینم. اونجا میتونم مثلا خرید 100 دلار تو 24 ساعت انجام بدم. کل موجودیم 40 دلار.